مخلص همه دوستان عزیز، با یه غذای خوشمزه و لذیذ باز اومدیم مهمون دلهاتون بشیم. اسم غذا رو خود مهربانو بگه. یاران مهربان سلام، با یه مرغ و بادمجون خوشمزه اومدیم خدمتتون که با ساده ترین روش این مرغ رو پختیم که مطمئنم عاشق نحوه تبخش میشید. اگر موافقید بریم بکشیم ببینیم چی از کار در اومده. بریم. خب شما بشقاب تو بده. اول این تدیک خوشگله رو من بلند کنم، نگاه کن داشته باش. ببین اینجوری کردی که هم دیگر ببینیم. سیب زنی وسطش رو پاتک زدن. آره دیگه نمیشه، طاقت نمیشه بابا. خدایش چه تدیگه خوشمزه ایه. جاتون خالی. واسه من فیلن بس. خدمت شما. شما به زحمت اون خوشمزه ها رو بکش. بله یه مقدار بذاری بسته، یه مقدار دیگه. یا خدا داشته باش. مرسی. بذاری خودم از قوره با به به چه شود گوجه با دونم بادم چون بفرمایید. عالی عالی. خب بسه خودم بذارم. خب ما قبل از شروع غذای جوغ آوری رو باز کنیم با رمز یا زهرا نپرچه. خیلی تو خونه جوغ آوری باز کردن خطرناکه، منم عجیب تشنمه. از همین برای شما بریزم دیگه، صرف جوری کنیم. به 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 عزیزان، عطر این مرغ فوق‌العاده است. با این روشی که ما اینو پختیم تا یکی دو روزم مرغ رو نگه دارید اصلا روی زهن بهش نمیفته. واقعا جاتون خالیست، غذای خیلی عالیه. خب عطرش که دیوونمون کرد، بریم ببینیم طعمش چیکار کرده. بسم الله. وای وای قورش شب خوشمزه است. عالی. مرفانو تو این غذا ها ورد میخونی، جادو میکنی، چیکار میکنی؟ خیلی خوشمزه است. نکته مهم آشپزی همینجاست. آره از سر به قول معروف رفع وظیفه. آره. نباید آشپزی کرد. دقیقا عزیزان، توی طبخ مرغ اگر که اصولی ترین ردش رو در پیش بگیرید، هم بوی زهم مرغتون گرفته میشه، هم رنگ و لعاب خوبی پیدا میکنه، هم اون شخصی که داره اون مرغ رو میخوره از خوردنش لذت میبره. توی این ویدیو ما اومدیم یکی دوتا نکته ریز و خدمتتون عرض کردیم که فکر میکنم براتون خیلی کاربردی باشه و اگر که موافقید به اتفاق بریم رسیپی این چلو مرغ خوشمزه رو ببینیم و از محضرتون مرخص بشید. دقیقاً، چون من میخوام خیلی راحت سر فرصت بزنم بر بدن. خدایش عالی عالی و مطابق همیشه جای تک تک شما عزیزان کنار ما همینجا خالی. خب دوستان عزیز، میخوایم خیلی آسون و شیک با این چند قلم یه چلو مرغ و بادمجون مجلسی پسند درست کنیم که اگر که آماده اید بریم دست به کار بشیم. اول از همه بادمجونا رو پوست میکنیم. بهتر که بادمجونای قلمی استفاده کنیم که تخم کمتری داشته باشه و موقع سرخ کردن شیک تره. بادمجونا رو بعد پوست کندن از وسط نصف میکنیم و روشون نمک میپاشیم تا باقی کارمون رو انجام میدیم اینا هم واسه خودشون استراحت کنن و نمکی بشن. به عنوان چاشنی یه خوشه قوره ریزه میزه بیدونه هم داریم که دونش میکنیم جوری که اون دومش انتهاش نچسبه. این هم از این که به مقدار لازم حین پخت ازش استفاده میکنیم. یه پیاز متوسط داریم که خیلی درشت خلالش میکنیم. واسه تفت دادن نیاز نیست که خلالا خیلی نازک باشه. این هم از یه پیاز دیگه که حلقه حلقه برشش میدیم. به این صورت و با این زخامت.
کارمون اینجا تمومه، میریم سر گاز. با مقداری روغن پیازی رو که خرد کردیم فقط تا جایی که سبک و بوی خامیش گرفته بشه تفت میدیم. نیازی نیست که سرخ و طلاییش کنیم. همین که نرم شد، حالا ادویه هفت قلم، پودر پیاز، پودر سیر، ادویه گوجه تنوری، پودر عصاره مرغ به جای نمک و پول بیبر رو میریزیم و یه تفت مختصر میدیم تا عطر ادویه ها آزاد بشه. به مقدار لازم رب گوجه فرنگی میریزیم و به همراه پیاز و ادویه یه تفت اساسی میدیم که رنگ باز کنه. یه استکان آب زعفرون داریم که بهش اضافه میکنیم تا چند تا قول کوچولو با هم دیگه بخوره و اینجا دیگه کار سس ما تمومه. حالا اون پیازی رو که حلقه حلقه کرده بودیم میچینیم کف قابلمه‌ای که قرار مرغمون رو داخلش بپزیم. این از رون مرغمون، اینم از سس خوشمزه و خوش رنگمون. و اما تو این روش پخت ما مرغمون رو با پوست میپزیم، چون پوست مرغ مثل یه غلاف پیچیده دور گوشت رون ازش محافظت میکنه تا حین پخت وا نره و ظاهر بسیار شیکتری پیدا میکنه. همه جای مرغ رو به سسی که آماده کردیم آغشته میکنیم، درست مثل کلیپ. در اصل در این سبک پخت نیازی نیست که مرغ رو سرخ کنیم یا حتی بجوشونیمش، فقط کافیه مرغمون تازه باشه و به معجزه عطر و طعم ادویه هایی که استفاده می کنیم اعتماد داشته باشیم تا از طعم عالی مرغمون لذت ببریم. از این روش برای پخت زرشک‌پلو هم می تونید استفاده بکنید و بعد از اینکه پخت حین خوردنش پوستش رو جدا بکنید. مرغای سس مال شدمون رو می زاریم روی پیازهای حلقه شده و ما بقیه سس رو می ریزیم روی مرغ. یه مقدار پیاز خام و چند تیکه فلفل دلمه‌ای واسه عطر جادوییش و در اصل مرغ ما قراره با شعله ملایم و همین مقدار سس با یه نتیجه عالی و خوشمزه بپزه. حین پخت داخل قابلمه مرغ رو جابجا نمی‌کنیم چون ممکنه که له بشه. دقت داشته باشید بخار موجود توی قابلمه و آب میان بافتی مرغ کمک می‌کنه تا سسمون آب بندازه. رونای مرغ داره تو سس خوشمزه و معطرش ریزه ریزه جوش میخوره و میپزه. فقط دقت کنید مراحل پخت با شعله بسیار کم انجام بشه که نیاز نباشه به غذا آب اضافه کنید، چون همون یه استکان آب زعفرون واسه این دوتا تیکه رون کافیه. و در نهایت مرغمون کاملا پخته بدون اینکه خشک شده باشه و یه سس مطلوبی هم ازش باقی مونده که میتونید صافش کنید و بریزید روش. و کار ما اینجا تمومه، بریم سراغ آماده کردن دورچینش. توی تابه کمی روغن می‌ریزیم که بادمجونا رو سرخ کنیم. همه جای بادمجونا رو به کمک یه براش با کمی ماست کاور کردیم تا با این کار میزان جذب روغن بادمجون رو حین سرخ شدن به حداقل برسونیم. وقتی به ماست آغشتشون کردیم صبر می‌کنیم تا کمی جذب بادمجون بشه و آب اضافهش بره و بعد سرخشون می‌کنیم، اونم با حرارت مناسب که نسوزه. طعم بادمجون در این روش اصلاً عوض نمیشه، فقط روغن خیلی کمتری جذب می‌کنه. همین کارو میتونید با سفیده همزده تخم مرغ هم انجام بدید که من خودم ترجیحاً ماست رو انتخاب میکنم. به همین راحتی دو طرف بادمجونا رو سرخ میکنیم و در نهایت محض اطمینان بعد سرخ شدن میذاریمشون روی دستمال حوله‌ای تا اون روغن کمی هم که به خوردش رفته گرفته بشه. این از بادمجونای سرخ شدمون که میذاریمش کنار. حالا گوجه گیلاسیای خوشگلمون رو تو همون تابه یک کوچولو سرخ میکنیم جوری که ظاهرش دفرمه نشه. اینا هم جریز ریز کنن در حال آماده شدنن. ببینید که چقدر خوشگلن. میرن کنار بادمجونا تا روغن تابه رو دور بریزیم و با کمی از سس مرغ که روغن داره توش یه مقدار از قوره های ریزه میزه کوچولو موچولومون رو تفت بدیم. از اونجایی که پوست قوره ها خیلی نازک سری میپزه و اینجا دیگه کار ما تمومه. شما نگاه کنید ببینید که چقدر خوشگله. خب عزیزان، به همین راحتی چلو مرغ و بادمجون مجلسی ما آماده است که امیدوارم با این رسیپی بپزید و در کنار عزیزانتون نوش جان کنید و از خوردنش لذت ببرید. و مثل همیشه با لایک و کامنت های پر عشقتون کلی انرژی مثبت بفرستید. این کلیپ رو سیو کنید تا به وقت نیاز در دسترستون باشه و برای دوستانتونم بفرستید تا اونا هم ازش استفاده کنن. ای کاش هممون معنی راز زندگی رو میدونستیم. راز زندگی درک کردن میخواد. راز زندگی خود تو هستی، بودن تو، سلامتی تو، خنده های شیرین خودت و ضربان قلبی که در هر ثانیه میشنوی و چشمانی که هر روز صبح رو میبینه. راز زندگی، زندگی دوباره هر روز توست.